همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه میشه تا گفتگویی کنیم در همین رابطه. نیلوفر، یک سال تحصیلی جدید داره آغاز میشه و نگرانی وجود داره از اینکه مدارس به کانون شیوع کرونا تبدیل بشن. سازمان بهداشت جهانی چه توصیه‌هایی میکنه؟ بله، دقیقاً صحبت این بیانیه مشترک بین یونیسف و مدیر منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت به این موضوع اشاره میکنه، میگه که کودکان و نوجوانان قربانیان خاموش کرونا هستند و نمیتونن یک سال دیگر رو بدون حضور در مدارس و آموزش در محل طی بکنن، به دلیل اینکه حضور در مدارس برای آموزش اونها وضعیت روانی و همینطور یادگیری ها و آموزش های اجتماعی اونها، مهارت های اجتماعیشون بسیار مهم و ضروریه. به همین دلیل از دولت ها خواسته که شرایط رو فراهم بکنن برای اینکه بچه ها بتونن به مدارس برگردن و حضور فیزیکی در مدارس داشته باشن. به این شکل یکی از اولین توصیه هایی که میکنه اینه که مدارس باید آخرین جاهایی باشن که تعطیل میشن و اولین جاهایی که بازگشایی میشن در صورت لزوم. همینطور گفته که استراتژی هایی تعیین بکنن برای تست، پیشگیری و بعد اگر لازم بود ایزوله کردن یا قرنطینه شخصی افراد، به کودکان کمک بکنن و در برای که مشارکت بکنن در تصمیم گیری ها، به استراتژی هایی برای واکسیناسیون همونطور که اشاره کردی، مثلا واکسیناسیون تمام کادر درمان، معلمان، کسانی که در مدارس کار میکنن و حتی کودکان بالای 12 سال. میدونیم واکسن هایی که مثلا الان در اروپا داره تزریق میشه و مجوز داره، اجازه استفاده برای کودکان بالای 12 سال بهش داده شده، ولی خب خیلی از خانواده ها همچنان مایل نیستن که کودکان یا نوجوانان خودشون رو واکسینه بکنن. بنابراین تشویق میشه به اینکه چنین اقدامی رو انجام بدن. گزارش هایی هم منتشر کرده، مثلا توضیحاتی داده در مورد اینکه وضعیت چگونه بوده منطقه اروپای منطقه که حالا سازمان جهانی بهداشت به عنوان بخش اروپا ازش اسم میبره، شامل 53 کشوره و میگه اون اول بهار 2020 یعنی بهار پارسال در اوج شیوع کرونا، از این 53 کشور 44 کشور مدارس خودشون رو تعطیل کردن و بعد هرچند که باز شد، ولی در خیلی از کشورها در فصل تحصیلی پاییز و زمستان همچنان این تعطیلی های پی در پی و مداوم در برخی کشورها ادامه پیدا کرد. خیلی از دانش آموزان به طور مرتب از کلاس درسی غایب می‌شدند و خب اینها تأثیر بسیار زیادی در وضعیت آموزش اونها داشتند و گفته این پاندمی یک اختلال آموزشی خیلی فاجعه بار در طول تاریخ ایجاد کرده. همکارم نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم ازتون.